وقتی کار شبکه ضد فرهنگی به جای باریک میکشد. شبکه ضد فرهنگی منوتو که چند سالی است با حمایت مالی شبکه‌های بهایی مستقر در لندن و میدانداری فردی به نام کیوان عباسی مشغول به فعالیت است، این روزها بحران اخلاقی در میان برنامه‌سازان و مهمانان برنامه‌هایش به یک چالش جدی برای ادامه فعالیت این شبکه تبدیل شده. البته شاید نکته این روابط غیر اخلاقی در پایان این گزارش و مرتبط با همین فرد باشد. قضیه از اینجا کلید می‌خورد. بیمارستانی در لندن، دختری که بر روی تخت دوران نقاهت جراحات ناشی از خودکشی را پشت سر می‌گذارد. اسمتون؟ یکی از شرکت کنندگان مسابقه خوانندگی منتسب به یک خواننده مبتذل لس‌آنجلسی است. انگیزه این دختر از اقدام به خودکشی به تعدی یکی از برنامه‌سازان همین شبکه ماهواره‌ای در طول ساخت این برنامه برمی‌گردد. این حادثه تلخ وقتی افشا می‌شود که فیسبوک یکی از مجریان زن این شبکه طی پستی با انتشار تصاویری از این دختر از سوء استفاده‌های اخلاقی و روابط جنون‌آمیز کارکنان این شبکه با دختران جوان از جمله این فرد پرده برمی‌دارد. فجایع حیرت انگیز اخلاقی که دختران را به طریقی از قبیل مسابقه و برنامه‌های تلویزیونی فریب می‌دهند. من گفتن شاید خیلی خوشایند نباشه به خاطر مسائلی که برام پیش اومد اونجا. اینا یه سری دخترایی رو می‌آوردن از طریق واسطه‌ای برای اینکه شبکه مرتو مشغول به کار بشن. خب خیلی واقعا این دخترا خوشحال بودن. مثل من که می‌خواستم برم خیلی خوشحال بودم. اینا خیلی خوشحال بودن. ولی اینها رو در نهایت میفرستن کانادا برای تلویزیون. این مجری پس از انتشار این خبر خروج خود از این شبکه را اعلام میکند. خانم پسین بعد از این کنارگیری چندین بار تهدید میشود و حتی صفحه فیسبوکش هک و حذف میگردد. این رسوایی بزرگ پایان نمییابد و این مجری در صفحه های اجتماعی دیگر خود ضمن انتقاد از مدیران این شبکه مینویسد: باید به شبکه بگم که با بستن آیدی فیسم نمیتونید واقعیت رو از بین ببرید. من هنوز هم با کارهای شما مخالفم. شما زن رو بازیچه خودتون قرار میدید. البته این اولین باری نیست که روابط غیر اخلاقی پشت پرده کارکنان شبکه های ماهواره‌ای رو میشود و انتظاری هم برای شبکه‌ای که این فرد یعنی کیوان عباسی آن را مدیریت میکند بیش از این وجود ندارد، چرا که بر اساس آنچه در صفحات مجازی موجود است زندگی وی از کودکی با مفاسد اخلاقی پیوند خورده، چرا که وی فرزند شخصی است که مالک یک شبکه پورنوگراف در کانادا است و فساد اخلاقی ماهیت واقعی شخصیت آنهاست. اما یک نکته دیگر از شبکه های لندن نشین، همانقدر که بی بی سی در یکی دو سال اخیر غیر خبری شده، این شبکه به سمت اقدامات سیاسی سوق پیدا کرده که این را میتوان نشان از تقسیم کار جدید ستاد مشترک این دو شبکه تعبیر کرد.